فصل هشتم. خلاصه آنچه تا به حال گفتیم این است که ما چنین کاهنی داریم که در عالم بالا در دست راست تخت خدای قادر مطلق نشسته است و به عنوان کاهن بزرگ در عبادتگاه و در آن خیمه حقیقی که به دست خداوند برپا شده است، نه به دست انسان، خدمت می کند. همچنین هر کاهن بزرگ مأمور است که هدایایی تقدیم نموده، مراسم قربانی را انجام دهد. بنابراین کاهن ما نیز باید چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد. اگر عیسی هنوز بر روی زمین می بود، به عنوان یک کاهن خدمت نمی کرد، زیرا کاهنان دیگری هستند که هدایایی را که شریعت مقرر کرده است تقدیم کنند. اما خدمتی که این کاهنان می کنند، فقط نمونه و سایه ای از آن خدمت آسمانی و واقعی است. وقتی موسی می خواست خیمه مقدس را بسازد، خدا با تأکید به او دستور داده گفت: دقت کن که هر چیزی را بر طبق نمونه‌ای که بر فراز کوه به تو نشان داده شد بسازی. اما در حقیقت خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت لاویان به مراتب بهتر است، همانطور که پیمانی که او میان خدا و انسان ایجاد کرده بهتر است، زیرا این پیمان بر وعده‌های بهتری استوار است. اگر آن پیمان اولیه بدون نقص می بود، هیچ نیازی نبود که پیمان دیگری جای آن را بگیرد. اما خداوند از قوم خود ایراد گرفته می فرماید: ایامی خواهد آمد که من پیمان تازه‌ای با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا ببندم. خداوند می گوید این پیمان تازه مانند آن پیمانی نخواهد بود که با اجداد ایشان بستم، در روزی که دست آنها را گرفته به بیرون از مصر هدایتشان نمودم. زیرا آنها طبق آن پیمان عمل نکردند و خداوند می‌فرماید پس من هم از آنان روی گردان شدم. خداوند می‌فرماید این است پیمانی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، قوانین خود را در افکار آنان خواهم گذاشت و آن را بر دل‌هایشان خواهم نوشت. من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود و دیگر احتیاجی نیست که آنان به هم شهریان خود تعلیم دهند و یا به برادر خود بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. خدا وقتی درباره پیمان تازه سخن میگوید، پیمان اولی را منسوخ میشمارد و هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت.